بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر، سلام و درود بر شما. من مریم امانی هستم و برنامه این هفته رو به همراه همکارانم تقدیم حضورتون میکنم. نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته، جنبش مطالباتی در میان بخشهای مختلف کار و زحمت، ادامه تبعیض علیه زنان در بازار کار در جمهوری اسلامی و ارزیابی از گردهمایی معلمان در 13 مهر روز جهانی معلم عناوین برنامه این هفته رو تشکیل میدن. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی، خودمانی خوری ها و غارت منابع کشور، سوء مدیریت و ناتوانی رژیم در پاسخگویی به مطالبات بخش‌های مختلف جامعه در کنار تهدیدهای آمریکا، عملاً دولتمردان اسلامی را دچار تشویش کرده. ادامه گفتار را می‌شنویم از ارژنگ بامشاد. با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان تلویزیون رای کارگر، در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته به چند نکته مهم می‌پردازم. اولین مسئله این هستش که جامعه ما وارد یک فازی شده که در گوش و کنار کشور نارضایتی‌ها سر باز کرده. ما توی هفته‌های گذشته 13 مهر شاهد تظاهرات گسترده و سراسری معلمان شاغل و بازنشسته بودیم در کشور. در 18 مهر ما شاهد گردهمایی بازنشستگان بودیم در جلوی نهاد ریاست جمهوری. در خوزستان شاهد تظاهرات مال باختگان هستیم که با شعار ما بچه های جنگیم به جنگ تا به جنگیم دارن اعتراض میکنن به اینکه پولاشون رو خوردن. در اصفهان اعتراضات به یه شکل دیگه است در حرکت های کارگری. به هر جا نگاه میکنیم به خاطر این مدیریت درب و داغونی که این حاکمیت انجام داده، همه جا نارضایتی داره سر باز میکنه، همه جا اعتراضات داره شکل های مختلفی به خودش میگیره و این چیزیست که در مجموع خود رژیم هم متوجه شده. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در جبهه جهانی هرچند رژیم داره تلاش میکنه که یارگیری کنه از بین اروپاییان یا همسویایی که با روسیه و چین داره، ولی آمریکا به عنوان قدرت برتر با سیاستایی که داره، بخصوص سیاستای ترامپ و اون سیاست رژیم چینج، فشار سنگین رو داره روی جمهوری اسلامی میاره و قراره که همین روزها ترامپ سیاست راهبردی خودش در مورد ایران اعلام کنه و همین باعث نگرانی شده. و این نگرانی طوری هستش که میبینیم که فرمانده سپاه و وزیر خارجه با هم میان و در کنار هم میگن ما سیاست متحد و واحدی داریم توی رابطه. بنابراین ما شاهد یک وضعیتی هستیم که رژیم در مجموع نگران از فشار خارجی و اون تحولاتی که رژیم چینجی ها دارن سازمان میدن و نگران از داخل که کاسه صبر مردم داره لبریز میشه. اینجا اونجا شاهد حرکت های وسیع هستیم یا تداوم حرکت ها هستیم. در چین وضعیتی اون جناح مسلط که قدرت اصلی رو در اختیار داره و تونست به یه شکلی در چینش کابینه روحانی تاثیر بذاره و روحانی را از اون روالی که داشت جلوشو بگیره، فشار خودش رو سنگین تر کرده این رابطه، تا جایی که دیدیم که چند روز پیش روحانی در سخنرانی خودش مطرح کرد که دیوار یک جناح را خیلی کوتاه بستن و دیوار جناح دیگر را بلند، به اونایی که بازنده هستن تشویق میشن و اونایی که برنده هستن تنبیه میشن. خب ما در این دوره شاهد تنبیه مثلا محمد خاتمی هستیم، دستگیری 7 از اصلاح طلبها هستیم، بعد محکوم کردن اون مسئولین کانال های تلگرامی اون هستیم و اون افشاگری هایی هم که متحرک کرد که در زندان ها چی میذاره که با واکنش تند رئیس قوه قضایی روبرو شد، همه نشون میده که تلاطم خیلی بالایی و بزرگی در بین حاکمیت هست. با این حال جناح مسلط به نظر میرسه که تصمیم خودش گرفته. یعنی ما وارد فازی میشیم که تقریبا شبیه فاز سال 53 است که شاه بین اینکه فضا رو باز کنه و چند حزبی رو اعلام بکنه، اون چیزی که بیشتر گرایش بخشی از حاکمیت بود و اون گرایشی که ساواک داشت و ثابتی و اون مقام امنیتی و دیگران داشتن که جامعه رو ببندیم و بالاخره اونا پیروز شدن با تاکتیکایی که داشتن و شاه
حزب رستاخیز را اعلام کرد، تک حزبی را اعلام کرد و قدر قدرتی خودش و اون مسیر را پیش گرفت. حالا به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی یا دستگاه ولایت و اون قدرت مطلقه تلاش میکنه که همون خط پیش بره، یعنی یک جور با یک کاسه کردن قدرت، با قلقم مخالفین و حتی اپوزیسیون داخلی کاری کنه که بتونه نیروی واحدی داشته باشه، هم در مقابل تحولاتی که در خارج صورت میگیره و هم در داخل در مقابل مردم بیسته. حالا اینکه کجا میخواد شروع کنه به حمله مشخصتر و این حرکت‌های دفاعی رو در هم بشکنه باید منتظر بود، ولی در هر صورت متوجه شدن که زمین زیر پایشون سفت نیست. به این دلیل هست که مثلا طرح‌های مثل طرح ریاستی پارلمانی به جای ریاستی را مطرح میکنن، یا مسئله اون اعتراضاتی که دارن میکنن که حتی مثلا روزنامه جوان نوشته که اگر دموکراسی بود ما چه میکردیم، در حالی که خودشون همه عرصه ها را بستن. میبینیم که میبینی ترس کنن اون جایی که پای فساد دولتی ها هست قوه قضاییه شدید سری وارد عمل میشه، ولی اون جایی که فساد به دستگاه قوه قضاییه یا به بیت برمیگرده هیچ اقدامی نمیکنن. مثلا ما شاهد هیچ واکنشی در مورد عدم حضور سعید مرتضوی تو دادگاه نیستیم، درباره سعید طوسی مثلا هیچ اقدامی صورت نمیگیره، در مورد برادر لاریجانی هیچ اقدامی صورت نمیگیره، پرونده زهرا لاریجانی تقریبا میخواد ماسمالی بشه. همه اینا نشون دهنده این هستش که جناح حاکم میخواد با سیاست شمشیر از رو بسته و مشتگیره کرده وارد بشه به این وضعیتی است که ما باش رو هستیم. خود تو چنین شرایطی اون چیزی که بیش از هر چیز دیده میشه اینه که خب اصلاح طلبان به خاطر اینکه نمیخوان از قدرت دور بشن و آویزان هستن، در مجموع به شکل منفعل پاسیو عمل میکنن و به احتمال زیاد به عنوان نیروی بازدارنده در جنبش مردمی حرکت میکنن، باید جلویشون وایساد. و ما در شرایطی هستیم که بیش از هر چیز نیاز داریم به اینکه این حرکت های پایین جامعه از اولا متشکل بشن، ثانیا متحد بشن و به شکل همبسته و هماهنگ با آهنگی که توان توده‌ای گسترده تری داره به پیش برن و مقاومت کنن، که این مقاومت هم میتونه مقاومت در مقابل تعرضاتی باشه که حاکمیت سازمان میده و هم مقاومت باشه در مقابل اون توطئه‌های زهراگینی که در خارج از کشور، یعنی اون ائتلاف مثلث شوم ترامپ، نتانیاهو، مثلا ملک سلمان و دار و دسته هایی که به عنوان نیروهای رژیم چینج دور برشون هستن، جیره خوارشون هستن، پول میگیرن، امکانات میگیرن برای اینکه بتونن در مقابل وضعیت جامعه ما وارد عمل بشن که میتونه وضعیت خطرناکی را برای ایران رقم بزنه. بایستی مواظب این وضعیت باشیم. جوالی در برنامه مجله کارگری این هفته به بازداشت‌ها، سیاست مرگ یا قتل‌های خاموش در زندان‌ها، مشکلات مالباختگان، اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و سایر اقدامات اعتراضی می‌پردازد. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. برنامه مجله کارگر این هفته رو من امیر جوادی در خدمت شما هستم. چند خبر کوتاه رو به اطلاعاتتون میرسونم و حول دو سه موضوع معینی به تعدی تمرکز میکنم. بازنشستگان کشوری از پای ننشستن و بار دیگه در روز سه‌شنبه
18 مهر برابر با 10 اکتبر روز جاری نفی اعدام در مقابل نهاد ریاست جمهوری با یک بنر تبلیغاتی که نقل قول نوبخت رو با خودش داشت به اعتراض برخواستند. کارگران معدن زغالسنگ در سوادکوی مازندران هم دست به اعتصاب زدند و تلاش کردند که در واقع اعتراض خودشون رو به سطح جاده اصلی تهران شمال در دورایی پلیس آزادمهر برسونن. جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد هم دست به اعتراض دادن و این اعتراضات همچنان وسیع. یه خبر خوشحال کننده اینه که تر جمع‌آوری کودکان کار و خیابان در نتیجه اعتراضات متعدد از دستور کار دولت خارج شده و مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه این خبر رو داد. اما بازداشتی‌ها، به گزارش فعالین مستقل حقوق بشر، امیرعلی مرادی چند شب پیش دستگیر شده و در واقع تو نظرآباد کرج این رو دستگیر کرده. خبر دیگری اومده از قول کولبر نیوز که باز دو تن از فعالان این عرصه و ریاد دلنگیز، فعال مدنی و عضو تشکل کمیته معیشت کار تو مریوان از چند روز پیش دستگیر شده و خبری ازش نیست. بر پایه خبری که کمیته هماهنگی داده، غالب حسینی و خالد حسینی دستگیر شده و همینطور شریف صاحبپناه و مظفر سالنیا، اونا از فعالان کمیته هماهنگی هستند، اینا از فعالان اتحادیه آزاد کارگری. همین کمیته باز خبر میده که موج دستگیری ها متوجه حبیب الله کریمی، پیام محمدی نوره هست و جمعی از فعالین کارگری که تعداد اونها به یک 30 نفری میرسه. همچنین خبر میرسه که تعدادی از فعالان کارگری نیشکر که در اعتراضات دوره پیش سهم وایسته‌ای داشتن احضار شدن به دادگاه یکی از شعبات دادگاه شوش. میتونم بگم که از اینجا اگر بخوام نقبی بزنم به مسئله حدت زندانیانی که تو جاهای کشور در زندانن، بیشمارن زندانیانی که تنها به جرم دیگر اندیشی یا فعالیت‌های صنفی توی زندانن و بارها و بارها در دفاع از حق مسلم و بدیهی زندگی خودشون ناچار به اعتصاب قضا شدن. از اون جمله میشه از گلرخ ایرایی یاد کرد، از آتنا دائمی یاد کرد، از رضا شهابی گفت، از محمود بهشتی لنگرودی گفت، از اسماعیل عبدی گفت، از سعید شیرزاد گفت، از محمد علی طاهری گفت، از محمد نظری گفت و آرش صادقی و قصر آزا. محمد نظری پدیده شگرفیه، 23 سال در زندان بدون حتی یک روز مرخصی بهش ندادن و همچنان تو زندانه. جرمش هم مثل اینکه همراهی همسویی با حزب دموکرات کردستان بوده، پرونده قتلی برش ساختن و الان بیش از 70 و چند روز در اعتصاب قضاست. و بسیاری از آدمایی که اینجا اونجا تو زندان ما اساسا نامشون رو نمیدونیم و نیک مطمئنیم که کسانی که برای سطحی از اعتراضات و مطالبات خودشون دست به اعتصاب قضایی طولانی مدت میزنن آسیب‌های جدی متوجه اونها میشه. تجربه تا حال نشون داده که جمهوری اسلامی کمترین توجهی به وضعیت زندگی این زندانیان نداره. اونها رو اساساً به دکتر و چه دکتر بیمارستان زندان و چه دکتر شهری نمیفرسته و همین آسیب‌های جدی متوجه جسم اونها میکنه. شاهد همین هستیم که شاهرخ زمانی از طریق همین فشارهایی که متوجه او بوده جانش گرفته شد. محمد جراحی نزدیکترین فرد به همین شاهرخ زمانی اونچنان در زندان مرکزی تبریز چلوندنش که جسمش در زندان فرسوده شد و انواع اشکال مختلف آسیب‌های جدی به خودش دید. وقتی بیرون اومد نتونست دوام بیاره و از دست ما گرفته شد همین چند روزی که پشت سر گذاشتیم. باز من میتونم به نمونه رضا شهابی اشاره بدارم. الان دلنگرانی ها متوجه اسماعیل عبدی که بعد از چند روز اعتصاب قضا خیلی میگن حالش رو به وخامت. میتونم بگم که ستم و زورگویی جمهوری اسلامی در پاسخ به حق خواهی زندانیان سوق دادن آمدانه اونها به قتل یا مرگ خاموشی. من آگاهانه و تعمدن قتل خاموش رو بهره میگیرم یا دست کم رسوندن
زندانی اعتصابی مرحله ایه که آسیب های جسمی جبران ناپذیری بهش وارد بیاد و نتونه از پس درمانش بر بیاد و نتیجتا از دست ما گرفته بشه. از همینجا با صدای بلند اضافه میکنم به نام مشاهدات خانواده رضای شهابی همسرش در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و همین هفته ایشون از نظر جسمی تو شرایط بسیار نامناسبی قرار دارن، از سوزش و درد شدید معده رنج میبرن، سمت چپ بدنش و پاهاش بی‌حسه، کلیهش درد میکنه و به طور قطع در مدت اعتصاب غذایی 50 روزه این آسیب ها متوجه شده که زندانبانانش علاوه بر قولی که بهش دادن هیچ در سر رفع روزش بر نمیدن. خطر همچنان جان رضا شابی رو تهدید میکنه، واگذشت 2 هفته از اعتصاب غذایی 50 روزش هنوز به بیمارستان منتقل نشده و از عوارض جسمی متعددی رنج میبره. اما بریم سراغ مالباختگان و مکسی روی اونها. مردمی که سالها پولهای خودشون رو جمع کردن و بعد با تشکیل همه آپراتورهای تبلیغی سپردن به بانک ها، یک بار این پولها ملاخر شده بدون اینکه سودی از گذاشتن این پول توی این سپرده ها توی بانک ها متوجه اونها باشه. امروز این مردم هم که آسی شدن و دنبال اصل پول هم و خیلی ها از سودش هم گذاشتن. ما در کلان شهر تهران بر طول این مدت به دفعات خبرهای اعتراضی اونها رو در شبکه های مجازی شنیدیم. همکنون تعدادی از سپرده گذاران افضلتوس مقابل بانک آینده در مشهد دست به تجمع زدن. مال باختگان اهواز توی کف خیابون ها شعار میدن پول ما رو کی برده؟ دستای پشت پرده. پول ما رو کی خورده؟ دستای پشت پرده. مال باختگان واحد اعتباری ولیعصر مقابل سازمان جهاد کشاورزی تجمع اعتراضی برپا کردن. بخشی از این اعتراض ها شبانه روزی شده و خط زنجیره‌ای به خودش گرفته، از این محل به اون محل، از اون محل به اون محل و همینطور بلا تکلیف هم اینها، یعنی چیزی برای حل فصل اینها به میان نیست. برم به طرف نیشکر هفتپه. کارگران نیشکر هفتپه که بعد از واگذاری این صنعت به بخش خصوصی سر از در واقع ناکجاهات در آورده و بخش زیادی از کارگران و کارکنان اساسا حقوقهای خودشون رو دریافت نکرده بودن، با بستن جاده بین المللی اندمشق و اهواز خواستن افکار عمومی رو خبر بکنن و همین وسیله شده که بخشی از مطالبات خودشون رو بگیرن. اما مقامات محلی به گوششون نرفته که فریاد اینها چیه و همینطور استانداری و غذایی موضوعات منطقه شوش و غیر ذالک به جان کارگران معترض افتادن، از کارفرما در واقع قوی هم دفاع کردن و 73 نفر از کارگران زحمتکش برشون پرونده قضایی تشکیل دادن و الان هم که با خبر شدیم که صدور حکم 2 سال حبس تعلیقی برای 7 کارگر هفت‌تپه به تعدید کارگران به دو برابر شدن حبسشون به دلیل دست دادن به این سلسله اعتراضای در واقع سیستماتیک و سریالی در تبانی آشکار بین مدیریت نشکر و قاضی شعبه‌ای که بازرسیه دادگاه شوش در دستور کاره. هدف یه چیزه به اعتقاد من، مرعوب کردن کارگران و سکوت واداشتن اونها، ولی تجربه نشون داده که سندیکا سر باعث ایستادن نداره، همونطوری که فعالان سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه برای دفاع از موجودیت رضای شهابی و مطالبات خودشون سر باز ایستادن ندارن. برای همه شما شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر که با مجله کارگر این هفته با من امیر جواهری همراه بودید، بهترین ها آرزو دارم. باشه که در صدر گفتارهای بعدی هفته آینده بتونیم طولانی تر با شما صحبت داشته باشیم. روزگار بر شما خوش باد.
بیکاری یکی از مهمترین عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی که بخشی از زنان رو به سرآشوب تنفروشی، اعتیاد و بزهکاری سوق میده. درست تحت چنین شرایط حساسیه که جمهوری اسلامی برای حل مضرات اجتماعی نه فقط هیچ کاری صورت نمیده، بلکه بر اساس آمار منتشره اوضاع روز به روز اسف‌بارتر میشه. توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به مقاله آزادی حرف که همکارم تخمینه بقایی اون رو بازخوانی کرده. طبق آمارهای منتشره 64% فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران زنان هستند، اما سهم زنان ایرانی در نرخ بیکاری بیش از 2.5 بیکاری مردان و معادل 42% است. طبق همین آمار میزان بیکاری زنان روستایی نسبت به زنان شهرنشین کمتر است. گزارش مرکز آمار ایران در اواخر سال 93 حاکی از آن بود که نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار از 32.6% در سال 1384 به 43.4% در بهار سال 1393 افزایش یافته است. آمار بیکاری همچنین نشان می‌دهد که سالانه بیش از 100,000 زن از بازار کار ایران خارج می‌شوند و سیاست‌گذاری‌های دولت 8 ساله رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد موجب 2 برابر شدن نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار شد. آمارهای سال 1394 نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله بیش از 26% است. نرخ بیکاری بر اساس جنسیت در این گروه برای مردان 22% و برای زنان 42% است. محدودیت‌های نامبرده شده برای حضور زنان در این عرصه نیز برخلاف وعده‌های روحانی در دوره ریاست جمهوری او نیز ادامه پیدا کرده. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که در دوره روحانی به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی و مدیریتی داده شده است. گزارش سایت فرارو از دستورالعمل دولت در آزمون استخدامی خرداد ماه سال 93 نشان می‌دهد که از میان 2800 محل اشتغال 2284 شغل مختص مردان، 500 شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها 16 شغل به زنان اختصاص داده شده است. در تیر ماه سال 93 نیز در بخشنامه محرمانه‌ای که از سوی شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران در آمده بود تأکید شده بود که تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفاً از میانه کارمندان مرد انتخاب شوند. معنای این سیاست چیزی نیست مگر کاهش و یا حذف فرصت اشتغال زنان در بخش مدیریتی و در مشاغل دولتی. بیشترین عرصه اشتغال زنان در حال حاضر در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی می باشد. 85% بافندگان فرش‌های نفیس در ایران را زنانی تشکیل می‌دهند که در کارگاه‌های خانگی بدون هیچ گونه پوشش قانون کار و با دستمزدهای بسیار پایین مشغول به کار هستند و البته صنعت پوشاک نیز از رشته‌هایی است که بخش زیادی از نیروی کار زنان را جذب می‌کند. از مختصات دیگر اشتغال زنان این است که اشتغال زنان هرچه بیشتر به سوی فصلی شدن گرایش پیدا می کند. وضع اشتغال زنان در بازار کار ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه حاکی از آن است که زنان ایران با وجود داشتن تحصیلات حتی در مقایسه با زنان در کشورهایی مثل سوریه، عراق و افغانستان که سالهاست درگیر جنگ هستند، فرصت کمتری برای اشتغال دارند. مشکلات زنان سرپرست خانواده که بالغ بر 2.5 میلیون نفر می باشند، بیش از هر بخش دیگر زنان فاجعه بار است. آمار نشان می دهد که به ویژه سن زنان سرپرست خانواده در ایران به دلیل ازدواج های زود هنگام کاهش یافته است.
بر اساس آمار منتشره در سال 93 نرخ بیکاری زنان سرپرست خانواده 80% است که خود دو برابر نرخ بیکاری در میان زنان و نشان دهنده ابعاد فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده است. علاوه بر مشکلات مربوط به شغلیابی که شالوده استقلال اقتصادی زنان را تهدید می کند، قوانین دست و پاگیری که موقعیت زنان در جامعه را تحت تبعیض و فشار قرار می دهد نیز مزید بر علت بوده و موقعیت اقتصادی اجتماعی زنان را به سوی قهقرا سوق می دهد. هر مصوبه و بخشنامه‌ای هم که به کاهش حضور زنان در مشاغل مختلف منجر شده، مانند مرخصی زایمان، کاهش ساعت کاری آنان به بهانه‌های مختلف و از جمله دورکاری، عملاً زنان را از همان فرصت‌های شغلی ناچیز نیز محروم می‌سازد. از پی سیاست افزایش جمعیت رژیم جمهوری اسلامی، خامنه ای اعلام کرد که جمعیت کشور باید به 150 میلیون افزایش یابد و برای اجرای این سیاست قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در خرداد 92 به تصویب رسید. برای اجرای این سیاست دولت اجازه یافت که مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد. همین مصوبه مرخصی تشویقی 2 هفته‌ای نیز برای پدر در نظر گرفته بود. اختصاص این مرخصی زایمان باعث اخراج هزاران زنی شد که تلاش کردند از این حق استفاده کنند. بر اساس آمار موجود 84,000 نفر از از 145 هزار زنی که در طول یک دوره 18 ماهه از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کردند، پس از بازگشت از مرخصی زایمان اخراج شدند. حال که مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یافته است، می توان حدس زد که چه تعداد از زنان برگشته از مرخصی زایمان با اخراج مواجه خواهند شد. مرخصی طولانی مدت زایمان بدون گرفتن تضمین از کارفرمایان برای حفظ امنیت شغلی زنان نتیجه‌ای جز بیکار شدن زنان نخواهد داشت، زیرا کارفرمایان ترجیح می‌دهند که زنان مجرد را استخدام کنند تا دردسرهای مرخصی زایمان را نداشته باشند. در دوره روحانی این بخشنامه و مرخصی تشویقی پدران لغو شد. علت نیز آنگونه که مسئولان دولتی گفتند نبود امکانات مالی برای اجرای این قانون بوده است. بیکاری یکی از مهمترین عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی است که بخشی از زنان را به سراشیب تنفروشی، اعتیاد و بزهکاری سوق می‌دهد. درست در همین مسئله حیاتی برای حل معضل‌های اجتماعی است که نه فقط هیچ کاری صورت نگرفته، بلکه اوضاع از قبل هم بدتر شده است. مسئولان رژیم جمهوری اسلامی با تصویب قوانین و دادن فتواهای پی در پی تنها به دنبال سیاست خانه نشین کردن زنان هستند. برای مقابله با این سیاست ها و جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر موقعیت اقتصادی اجتماعی آنها، زنان خود باید در محیط های کار و محل زندگی خود به هر شکل ممکن متشکل شوند. پیوند جنبش زنان با جنبش کارگری، به ویژه جنبش زنان کارگر، بهترین تضمین برای موفقیت در این مقابله حیاتی و سرنوشت ساز برای زنان ایران است.
عزیز، در اینجا توجه شما رو جلب می‌کنم به مصاحبه همکارم داریوش ارجمندی با محمدرضا شارگونی از فعالین سازمان پیرامون گرد همایی معلمان در 13 مهر ماه، روز جهانی معلم، ویژگی‌های این جنبش و شرایطی که معلمان رو به اعتراض کشونده، تلاش‌های حاکمیت برای مقابله و به انحراف کشوندن جنبش مطالباتی و ابتکارات معلمان برای حفظ استقلال و همچنین دستیابی به مطالباتشون. با سلام به رفیق عزیزم محمدرضا شارگونی. سلام عرض میکنم داریوش عزیزم، قربانت برم. سلام عرض میکنم به بینندگان از تلویزیون راهکارگر. هفته گذشته 13 مهر ماه برابر بود با 5 اکتبر روز جهانی معلم و به همین مناسبت در بیش از 20 شهر کشورمون شاهد برپایی تجمعات اعتراضی معلمان بودیم که از طرف کانون‌های صنفی معلمان فراخوانده شد. این اولین بار نبود که شاهد تجمع معلم‌ها بودیم، بلکه در طول ماه‌های گذشته بارها و بارها دیدیم که اینا در صحنه به قول خودشون جنبش عدالت‌خواهی معلمان بودن. اولین سوالی که طبیعتاً به وجود میاد در این رابطه این است که این کدوم شرایط است که معلمان رو به صحنه مبارزه آورده؟ به قول یکی از فعالین این کانون ها، من فکر می‌کنم حسین باقری بود از کانون معلمان همدان اگه اشتباه نکنم، ایشون در مصاحبه میگفت که ما به هیچ وجه علاقه‌ای به این نداریم که تجمعات اعتراضی برگزار کنیم، بلکه شرایط ما رو وادار کرده که به چنین کاری دست بزنیم. حالا سوال این است که اون شرایط چیست؟ چرا معلمان به جایی که در آسایش و رفاهی که حقشون هست بتونن به آموزش پرورش کودکان ما بپردازن، مجبورن بکنن کار زندگیشون رو بیان تو خیابون و خطر زندانی شدن و غیر و ذالک هم به جان بخرن؟ اون شرایط کدوم است؟ شما چه میبینید؟ به نظر من اولا اون یکی از اون شرایط رو در خود این قطعنامه هاشون و حرفهاشون، سخنرانی هاشون خیلی سرراست گفتن. اون 10 ماده ای که بیان کردن خیلی سرراسته. مسئله بودجه نداره آموزش و پرورش، بودجه لازم رو نداره و اینها به معلم ها به حد کافی رو نمیدن. یعنی وضعیتیه که معلم ها زیر خط فقر هستن و این رو خیلی سریع بیان کردن که حتی اونهایی که اضافه کار دارن، اضافه کار میکنن، 9 ماه حقوقشون داده نشده. مثل خیلی جاهای دیگه این مسئله خیلی حیاتیه. بعد جالبه که معلم ها همین مسئله رو عمومیت دادن و این یکی از اون عنصر پیشرو در جنبش معلم هاست. یعنی فقط وضعیت ما اسفناک معیشتی خودشون رو مطرح نکردم، بودجه کل آموزش و پرورش میگن اصلا غیر قابل دفاع است. بنابراین که میگن بایستی آموزش برای سران دانش آموز سرانش بالا بره و میگن که بایستی مسئله در واقع کسانی که در واقع در بچه های محروم هستن، حتی مهاجرها رو اسم بردن، کودکان مهاجر، مناطق فقیر، مدرسه هایی که غیر قابل در واقع حفظ هستن، اونجا خطرناک هستن، کارگرا معذرت میخوام دانش آموزا هستن جمع بشن و اینا، اینها رو مطرح کردن که خیلی دقیق و حساب شده در واقع مطرح شده. یک چیز رو به نظر من نگفتن البته و قابل فهمه که چرا نگفتن. اون عبارت از اینه که در نظام ولایت فقیه آموزش یکی از کانونهایی که جمهوری اسلامی منظم و سیستماتیک باید سرکوب بکنه. یعنی آموزش جاییه که اون رجای اوائل گفته بود به معلم ها که اعتصاب کرده بودن، رفته بودن پیشه شغلان تصویه و پاکسازی شده بودن، گفته بود یادتون باشه 3 چیز رو به شما نمیدیم. اولا تفنگ رو هیچ وقت، یعنی به غیر اسلامی ها. دوم قضاوت رو، سوم آموزش رو. خیلی خیلی سر راست. ماجره اینه که اینها روحانیت که تا انقلاب مشروطیت و بعد از اون که جنبش آموزش جدید شروع شد به وسیله نمیدونم رشدی یا حسن رشدیه، پرورش، تربیت فلان و اینها، این آموزش جدید شروع شد، در واقع این کنترل آموزش کودکان از دست اینها خارج شد.
از دست آخوندها. اینا باید دوباره قبضه بکنن و این قبضه کردنشون به وسیله حوزه‌های امنیه دیگه ممکن نیست. بنابراین باید در کنترل کامل نگه داشته باشن. یک نظامی که ولایت فقیه و شریعت عهد بوقی اسلامی رو میخواد اجرا بذاره، فلان اونو احیا بکنه، نمیدونم بعد تمام عالم حاکم بکنه، منظمن بایستی آموزش رو، فکر بچه ها رو کنترل بکنه و آموزش دهندگان به اصطلاح نیروی کار رو کنترل بکنه، نیروی جوان رو کنترل کنه، فلان بکنه. این چیزیه که آموزش، معلم ها و دانشجویان ما، همینطور دانش آموزان ما اگه یه کمی به اصطلاح جلو بیان، مسلمه که با اون درگیری مداوم وجود داره و این رو معلم‌ها خب به دلایل روشنی نگفتن، ولی خب یه چیزهایی رو گفتن که همین رو هم خیلی خوب نشون میده. البته خوب صلاح رو در این دیدن که با رژیم اونطوری رو در روی ایدئولوژیک نداشته باشن فعلا، ولی خیلی روشنه مثلا روز 13 مهر یا 5 اکتبر رو به عنوان روز جهانی معلم برگزار میکنند و از یونسکو اسم میبرند که در واقع توانمندسازی معلم، آزادسازی معلم، فلان و اینا، و خیلی روشنه که چی دارم میگم. به نظر من این خیلی مسئله خیلی حادیه که سرکوب معلم ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی این مسئله این که در این ابعاد شروع شده، هرچه بیشتر این رویارویی به ضرر نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام باشه. حرکات گسترده‌ای که داشتن معلمان در طول این مدت، من جمله تومار اعتراضی که داشتن به مجلس 140 هزار نفر امضا کردن برای اینکه از مجلس بخوان که بودجه عادلانه رو به همطور که شما گفتید آموزش پرورش اختصاص بده، علارغم تمام این حرکت‌هایی که شاهد بودیم و هستیم، مقامات جمهوری اسلامی وقعی به این اعتراضات نذاشتن و حد اکثر مثل این بار که یکی از این مشاوران وزیر آموزش پرورش اومد یه سری صحبت هایی کرد از اینکه معلمان عزیزند و غیره و زاله کنیم، دارم ما بودجه عادلانه رو مدت هاست که در جریان داریم و از این شعارهای به این ترتیب. ولی در کنار این قضیه شاهد این هستیم که اخبار چپاول ها و این که نمیدونم حساب های میلیاردی رهبر و فک و فامیلش رو همین هفته گذشته شاهد بودیم و غارت مدارس و نمیدونم خصوصی کردن و غیره و ذالک، که همه اینها ضد همون چیزاییست که حتی به قول معلم ها در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم روش قید شده. و در کنار این شاهد دستگیری ده ها معلم و کنشگر آموزگاران هستیم مثل اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگری و مختار اسدی و اسامیشون اینقدر زیاد است که با توجه که همه میدونن ازش میگذاریم. ولی در چنین شرایطی سوالی که به وجود میاد این است که با توجه به همه این شرایط چه نیروی لازم هست، چه اقدامی، چه نیروی رو باید وارد صحنه مبارزه کرد و معلم ها به چه ترتیبی میتونن به قول معروف توجه مسئولین رو جلب بکنن به این قضیه و به خواستهای خودشون تا اندازه ای هم که شده درقل برسن؟ من به نظرم معلم ها خودشون بهتر میدونن، اونا معلم های همه ما هستن دیگه، اونا میدونن چه کار بکنن. اونها شروع کردن و ادامه خواهند داد به نظرم. یعنی بایستی مدام این حرکت های سراسری توجه داشته باشید. در همین 20 تا استان یا 20 تا شهر بزرگ این برگزار شده، یه شهرهای بیشتر 20 تا استان در واقع برگزار شده. مسئله اینه که اون 15 استان دیگه چی شده، اونها رو هم بایستی به اصطلاح داشته باشن. معلم ها این حرکت ها که ادامه پیدا بکنه ممکنه اول کوچک به نظر برسه، چه البته دیگه کوچک به نظر نمیرسه، عوارض بسیار به اصطلاح گسترده ای داره. من فکر میکنم که این شباهتی خواهد داشت به، اگر اینا ادامه پیدا بکنه، به اون چیزی که به یه مقاله نوشتن علیه خمینی، تظاهراتی شروع شد، در اون تظاهرات یه عده کشته شدن در سال 56 و فلان و بهمان، بعدن این 40 ها و فلان و اینها،
همین ماجراها رژیم شاه رو کلافه کرد و میدونیم به کجاها رسید دیگه. ادامه این ماجرا و دامنه حرکت وقتی بزرگ میشه، مسئله خیلی به اصطلاح از کنترل رژیم خارج خواهد شد. این درش تردید نیست. توجه داشته باشید که این جنبش معلمان شوخی نیست. معلم‌ها در واقع بزرگترین بخش اقتصاد هر کشوری رو در هر به جای دنیا در دست دارن. آموزش شوخی نیست. این ارنست گرنر یکی از اون جامعه شناسان، مردم شناسان اجتماعی و فلان و بهمان که ضمن یکی از توصیه‌های معروف مسئله ملیت، یک چیز خیلی قشنگی داره. ببینید که تمدن سرمایه‌داری تمدن سمانتیکه. اون میگه و یعنی این که شما مهارت میخواهید یاد بگیرید، مهارت رو در رو در رو همش یاد نمیشه گرفت، در مقیاس کلام. بنابراین که آموزش در مقیاس عمومی وجود داره در کشورهای سرمایه‌داری. سرمایه‌داری رو میطلبه، لازم داره نیروی کار ماهر. باز تولید نیروی کار ماهر و تولید و باز تولید نیروی کار، این آموزش، این صنعت آموزش. بنابراین سراسری ارنست گرنر یه حرف جالب میگه که میگه اون اینقدر بزرگ که در هیچ کشوری فقط به اصطلاح بخش خصوصی نمیتونه این کارو بکنه. حتی خیلی طرفداران بخش خصوصی باشن، دولت امورش رو در دست میگیره. خیلی مسئله حیاتیه. در چنین جایی این نقطه اولا بزرگترین بخش اقتصاد کشور رو در دست داره، سامیان محل تلاقی خیلی چیزاست. توجه داشتید که گفتن که زنهای معلمای زن بیشتر از مردها بودن در مناطقی که ملی ها بودن، که جنبش های ملی هستن در واقع در خوزستان و در کردستان خیلی بیشتر بود، خیلی پررنگتر بود. متاسفانه در بلوچستان حالا نمیدونیم به چه دلیلی اونطوری نبوده، شرکتی دیده نشده فعال. ولی یه مسئله است، مسئله این تلاقی معلم ها با جوانان دانشجویان و دانش آموزان مثلا متوسط و فلان، این بیداد خواهد کرد. مسئله به این سادگی ها نیست. بعد سراسری بودن حرکت در کل جنبش کارگری اثر خواهد گذاشت. ما اون خواستی رو که مسئله دیرینه بود که جنبش تشکل‌های مستقل سراسری، اینا اصلا مطرح کردن این رو. دیدید یکی از اعتراضاتشون این بود که این دولت روحانی اومده میگه که استانی کرده، ما میخواهیم تشکل‌های سراسری مستقل داشته باشیم. دقت بکنید این مسئله، این آموزشیه برای همه کارگر. طبقه کارگر در واقع از معلم ها یاد خواهد گرفت. اونهایی که بعضی از متاسفانه چپ ها که مثلا بعضی هاشون متاسفانه که متوجه نیستن و معلم ها خورده بورژوا هستند و بلان، تصادفا معلم ها اون بخشی هستن که در تمام کشورها میبینید دیگه. شما تشکل های معلم ها خیلی جاها تشکل های صنفی و اقتصادی کارگران رو شتاب میدن، کاتالیزور هستن، لوکوموتیوشون هستن. بنابراین در اینجا مخصوصا اینطوریه. در اینجا یه ویژگی که هستش، همون که اشاره کردم، این علاوه بر این روشنایی رو به بار میاره. در واقع توجه داشته باشید که این معلم در واقع نماینده روشنایی در مقابل تاریک‌اندیشی رژیم شریعت، جامعه شترچران. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمه. نمیخوام بگم همه معلمان نمیدونم ضد مذهب و فلان هستن، اصلا چنین چیزی نیست. خودشون بهتر از همه بیان کردن. بعد معلمان دیدید که چقدر درخشان مطرح کردن، گفت اصلا آیه عبدی گفته یا کدومشون گفته که بداغی گفته، شاید اشتباهی میگم، که گفت قانون اساسی رو عوض کردید، ماده 30 رو بیان که به رفراندوم بذارید، به چه حقی گذاشتید؟ میگه که آموزش رایگان و همگانی حق مسلم هر فرد ایرانی، چرا عوض کردید؟ خصوصی کردن آموزش رو. کودکان میگه که اصلا شما از خانواده چند چیز میگیرید، پول میگیرید، چرا خصوصی میگیرید؟ مخصوصا آموزش و پرورش پیش دبستانی رو اعتراض دارن تماما، میگه 100% شد سپردن به چیزا. مطالبی رو که آموزش به زبان مادری رو مطرح کردن، دقت بکنید در اون یکی از خواسته هاشون اینه دیگه. اینها رو نگاه کنید، اصلا روشنایی است در مقابل تاریکی و تاریک اندیشی. اما برای که خیلی حیاتی اینطوری به آسانی تمام نخواهد شد. در همین بحثی که الان داشتید،
یه موضوع دیگه مطرح میشه و اون این که خب طبیعتا جمهوری اسلامی و مقامات و مسئولینش هم بیکار ننشستن، علاوه بر اون جو رو با وحشتی که سعی میکنن از طریق دستگیری فعالین جنبش معلمان به اصطلاح به پیش ببرن، در این حال شاهد اینم هستیم که به اشکال مختلفی تلاش میکنن که جنبش عدالت‌خواهی معلمان رو به نوعی به انحراف بکشن. اگر شده از طریق این که مثلا هر دو جناح و جناح‌های مختلف که به نوعی اینها رو وابسته به خودشون بکنن و از خواست‌های اینا به نوعی امتیاز بگیرن از جناح رقیب و غیر روزانی، و علاوه بر اون خطر فرقه گرایی که از جانب در حقیقت جریانات غیر دولتی هم ممکنه وجود داشته باشه در برابر این جنبش. برای پرهیز از این خطراتی که متوجه جنبش معلمان و جنبش‌های مشابه هست چه نکات و چه ویژگی‌ها رو باید مورد توجه قرار دادن؟ ببینید، اولا قبل از همه ما معلم ها خودشون قشنگ گفتن، گفتن ها مستقل هستیم، ما صنفی هستیم، چیز سیاسی نمیگیم. نه چیز سیاسی نیستن، مگه میشه معلم سیاسی نباشه؟ اصلا آموزش یعنی سیاست. ولی خیلی دقیق میگن ما بس چیزهای دیگری رو مطرح نمی کنیم و میبینیم به خیلی دقیق مطرح میکنن اصلا، و میگن که به هیچ جناحی هم وابسته نیستن، دقت بکنید دیگه، و بعد هم هشدار میدن که این مال معلم هست، دقت کنید، و هشدار میدن وارد اینجا شدید شعارها رو عیناً تکرار بکنید، شعارهای دیگه به وسط نیاد. دیدید که بعضی جاعت و بعضی شعارهایی رو گفتن، اونا خیلی قشنگ میدونن. ولی در یه نکته من در تایید همین مواضع دقیق معلمان بگم، ما تشکل مستقل از دولت و دولتی ها و همینطور از احزاب، این تمام جنبش اینطوریه. در مورد معلمان حتما باید اینطوری باشه، چون خیلی مسئله حساسی به این بزرگی، این گروه های سیاسی، سازمان های سیاسی و فنان بیان که از اینجا، حتی با نیت خیر، همه ایشون اینطوری نیست که مثلا بیان از اونجا مثلا به نام خودشون چیزی درست کنن، ولی مستقل باید باشن. در واقع داشتم میگم تشکل طبقاتی این نیست که مثلا احزاب بیاد اونها را قبضه بکنن. هر حزبی حق داره در بین معلمان فعالیت کنه، در بین کارگران فعالیت کنه، ولی این که شما فکر کنید که اتحادیه مثلا اتوبوس رانان تهران را به خودتون ملصق بکنید، این به ضرر اتحادیه است. این آموزش کارل مارکسه، این آموزش محمد رضا شاکری نیست، نظر من نیست. فصل دوم مانیفست حزب کمونیست رو بخونید، اساسا ما داخل کار طبقه کارگر نمیخوایم یه حزبی تشکیل بدیم. بعضی ها اینو اینطوری تفسیر کردن، مارکس انگلس اون موقع هنوز به حزب اعتقاد نداشتن، ولی بعدها که حتی به حزبم اعتقاد داشتن، درباره حزبم نوشتن، چرا عوض نکردم؟ مانیفست میدونیم که بعدا تبصره‌های نوشتن، چرا عوض نکردن؟ نه اصلا اینطوری نیست، چون اون مسئله سطح مبارزات اقتصادی و صنفی یک سطح مستقله به قول انگلیس، همونطور که مبارزات سیاسی یک سطح دیگر که اونم استقلال خودش رو باید حفظ کنه، یک سطح فکری هم داریم مثلا، اینا رو بایستی خودش رو حفظ کنم. به نظر من معلم ها در اینجا هم معلم های همه ما هستن، اونا خوب می فهمن که چه بکنن و بنابراین نذاشتن، خیلی دقیق اینها رو فرمول کردن. به نظرم همون راهی رو که شروع کردم برن جلو، شکست رژیمی ها حتمیه و پیروزیشون ممکنه دیر باشه یا زود باشه، ولی به نظر من سوخت و سوز نداره. سپاسگزارم رفیق محمدرضا شاهرگونی. زنده باشید رفیق دانشست. بینندگان گرامی، به پایان مجموع برنامه این هفته تلویزیونی راه کارگر رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. شاد و سرفراز باشید.